سرنوشت مبهم چند هزار نفر از دستگیر شدگان، اعتراضات اخیر و عدم پاسخگویی مقامات در این باره. بعد از اعتراضات سراسری آبان ماه، یکی از مواردی که با کشته شدن بیش از 1500 نفر از مردم در حاشیه قرار گرفت و توجه چندانی بهش نشد، دستگیری چندین هزار نفر بود که همینک در بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی ایران به سر می‌برند. بسیاری از نهادهای حقوق بشری در مورد وضعیت و سرنوشت این چند هزار نفر ابراز نگرانی کرده و خواهان شفاف‌سازی حکومت در این باره شدند. در برنامه امشب روی خط از شما می‌خوایم بپرسیم به نظر شما چگونه میشه حکومت جمهوری اسلامی را وادار به پاسخگویی و تعیین وضعیت دستگیر شدگان اخیر کرد. بهترین راه تماس با برنامه روی خط برای شما که پیش از این از طریق تلگرام برامون شماره ارسال نکردید، از طریق تماس گرفتن با تلفن‌هایی است که همین الان خدمت شما عرض می‌کنم و شما با کد 201 آمریکا می‌تونید از این طریق با ما تماس بگیرید. تلفن ها به این ترتیب هست که خدمتتون عرض می کنم: 202-382-7951، 202-382-7643، 202-203-4584، 202-203-4268. از این طریق با همکاران من تماس بگیرید. بلافاصله اونها شماره شما رو یادداشت میکنن و خودشون با شما تماس میگیرن تا هزینه کمتری برای شما داشته باشه. درود و شب بخیر به شما بینندگان ارجمند و همراهان خوب برنامه روی خط. خیلی صادقانه همین ابتدای برنامه عرض بکنم عذرخواهی میکنم اگر بابت مختصر کسالتی که دارم صدام صاف و شفاف نیست و احیانا اگر در حین اجرا مشکلاتی در صدام بود شما به بزرگواری خودتون ببخشید. بریم سراغ تلفن ها که نفر اول روی خط ما آقای محسن از نیشابور بیننده همیشگی و همراه ما هستن. آقای محسن، سوال رو از شما این گونه میپرسم، حالا به هر علتی که در واقع جمهوری اسلامی این تعداد رو، این چند هزار نفر رو دستگیر کرده، چرا در واقع شفاف سازی نمیکنه، اطلاع رسانی دقیقی در مورد تعدادشون، در مورد وضعیتشون انجام نمیده؟ چون احساس تهدید میکنه و هر حال به اون استدیالی که داره صلاح میدونه که این کار رو نکنه. خب آقای محسن، آخه به هر حال اینا الان در داخل زندان های ایران هستن دیگه، یعنی بازداشت شدن دیگه، چه تهدیدی میتونن داشته باشن؟ نه، از نظر مراجع بین‌المللی و رسانه مدیان احساس تهدید میکنه، از اونا نه. بله. شما از کنم که ببینید، خب یک قضیه هم باید گفت که خب خودروهای پلیس، بانک ها، کمپاندین ها، خب اینا هم به آتش کشیده شده دیگه، نمیشه گفت که همه اینا رو خودشون کردن، این هم خیلی کار نوعانه. من میگم آقای محسن، اتفاقا سوالی که مطرحه که حتی اگر این اتهاماتی رو، حالا که اینو در حد اتهام چیزی که اثبات نشده، ولی اگر این اتهامات رو به این چند هزار نفر نسبت بدن، باز هم به عنوان یک متهم از یک حقوقی برخوردار دیگه. ولی خیلی از خانواده ها اعلام کردن که ما بچه‌هامون مثلا یا اعضای خانواده‌مون دستگیر شدن، ما اصلا به ما هیچ اطلاعی نمیدن کجا هستن و در چه وضعیتی هستن. بله، معمولا در جایی این دیگه، این جرم خیلی از جایی جرم تخریبی نه، جرم امنیتی هم شده به خاطر ارتباط با رسانه های خارجی، ارتباط با یک سری اشخاص مشخص که جمهوری اسلامی باشون راویه داره که میگه اینا قرار داد دارن. حالا من اسمم نمیارم، متاسفانه بله اینطوری شده، امیدوارم که زیدتر حاضر بشه این همین چیزی نمیتونم بگم. در حال قطعا این مردم زیادی که دستگیر شدن، خب خیلی هاشون آزاد بشن، ولی خب خیلی هاشون هم قطعا به جرم معارض بالعرض بعد متشکر. آقای محسن از نیشابور، نکته که آقای محسن در انتهای صحبتشون اشاره کردن و باعث نگرانی بسیاری از فعالان حقوق بشر و فعالین سیاسی است، اینکه اگر، چون در صحبت‌های مقامات هم اشاراتی بهش شده که در واقع اتهام بسیاری از اینها رو محاربه
در واقع در نظر گرفتن. محاربه هم طبق اون قوانین شرع و مدنی که در داخل ایران هست اتهام بسیار بسیار سنگینیه و یکی از مجازات های جدی براش هم اعدام هست و این نگرانی وجود داره که مبادا که در واقع داستان سال 67 و کشتار و در واقع اعدام های گسترده در داخل زندان ها امسال در سال 1398 اتفاق بیفته مجددا و واقعا این جای نگرانی رو در واقع همه دلسوزان مسائل حقوق بشری دارن، این دغدغه‌شو دارن حداقل. بریم سراغ تماس بعدی که آقای احمد هستن از تهران. آقای احمد درود بر شما، نظر شما رو میشنویم. چگونه میشه در واقع حکومت جمهوری اسلامی رو وادار کرد که جوابگو باشه، شفاف سازی بکنه در مورد دستگیر شدگان اعتراضات اخیر؟ با سلام جناب بهرامی عزیز، درود بر شما. عجب بینندگان محترمتون، خدمتتون عرض کنم که بهرامی نظام تنها ترفند بشه در این موارد اینه که مردم و یعنی افراد خانواده زندانیان رو در بیخبری مطلق قرار داده. این بیخبری چنان فشار به روی خانواده این زندانیان میاره که سردرگم میشن و بعد از شاید بگم ماها و شاید بگم در 15 روز 20 روز تا یک خبری میدن که بعد اینشون برپد ما گرفتیم 3,000 نفر، نزدیک 3,000 نفر، 3,500 نفر اوکیابونای ما رو در داخل زندان ها میگرداشتن. اینا جرمشون چی بوده؟ مگر اینا غیر از این که به دنبال نام هستن، به دنبال مشکلات زندگیشون اومدن اعتراض کردن، مگه سلاح داشتن، مگر مشکلی برای نظام بوده؟ اینا اومدن تو خیابونا و در اولی که اومدن ماشینا رو میخواستن نگه داشتن تو خیابونا به عنوان اعتراض، اومدن تارمارشون کردن. البته این صفحه ماشینا اینا در صبح همون روز اینا کار خود اهالی نظام بود، بعد مردم رو ناچار کردن که در ترافیک های سنگین بمونن و برای اینکه به حساب مدرکی به دست بیارن شروع کردن به تخریب ماشینا و زدن و گاز اشکابر رو مردم رو تارمار کردن. و به این صورت تنها راه مقابله با این مسئله که نظام رو وادار کنیم به گفتن و وادار کنیم که این مسائل رو عنوان بکنه که نکرده تا امروز، اینه که تمامی مردم ما دست اعتصاب بزنن. تمام اقشار، از کارگر، راننده اتوبوس واحد، راننده بین شهری، بیرون، تمام کاتبا، بازار، اینو دست اعتصاب بزنن. تنها راه مبارزه مسالمت آمیزی که هیچ صدمه هم به مردم نرسونه همین اعتصاب هست. بسیار سپاسگزارم آقای احمد از شما، خیلی ممنونم. به دوستان دیگه هم فرصت برسه. تو صحبت‌هاشون آقای احمد اشاره کردن به دستگیری 3500 نفر. خب همین موضوع در واقع یکی از مسائلی هست که خیلی‌ها در واقع ایراد بهش وارد می‌کنن که حکومت خودش به صورت رسمی اطلاع رسانی نمی‌کنه چه تعدادی الان دستگیر شدن در زندان‌ها هستن. یکی از نمایندگان مجلس اون مدتی بعد از در واقع اعتراضات آبان ماه تعداد افراد دستگیر شده رو 7000 نفر، بیش از 7000 نفر اعلام کرده بود. حالا جالب اینجاست که این وسط یه سری از فعالان مدنی و سیاسی که پیگیر کار دستگیر شده هستن میگن تعداد این در واقع افرادی که دستگیر شدن خیلی بیش از 7000 نفره، یعنی ارقامی بالای 10000 نفر رو عنوان کردن. برای همین عرض میکنه وقتی شفاف سازی نشه اما اقسام رقم ها این وسط گفته میشه و یک نفر هم اگر دستگیر شده باشه یک حق داره، یک به عنوان یک بشر حق داره که از یک محاکمه عادلانه، از یک دستگیری عادلانه، از یک شرایط نگهداری عادلانه. یک نکته دیگه هم که حالا این وسط دوباره من جمله معترضه باز میکنم این که تا قبل از این داستان ها زندان های ایران واقعا پر بود، یعنی جا برای نگه داشتن زندانی وجود نداشت. این چند هزار نفر که حالا ما رقم دقیقشون رو نمیدونیم الان دقیقا کجا هستن؟ قطعا توی بازداشتگاه های غیر استاندارد که شرایط اولیه نگهداری یک متهم رو نداره دارن در واقع به سر میبرن و خدا میدونه که چه به روزشون اومده. حالا اون داستان‌هایی که راجع به شکنجه اینها و این صحبت‌ها مطرح میشه که دیگه بماند جای خود. بریم سراغ تماس بعدی. آقای احمد دیگه روی خط ما هستن از کرج. درود بر آقای احمد از کرج، نظر شما رو راجع به موضوع امشب برنامه روی خط میشنویم. چطور انتظار داریم که حاکمیت ایران پاسخگو باشه و شفاف سازی بکنه
در حالی که خودش رو در کنار قدرت‌های بزرگی مثل آمریکا، مثل روسیه، مثل چین یک کشور مستقر میدونه و خودش ملزم نمیدونه به هیچ نهاد بین‌المللی و یک کشور ثالثی پاسخگو باشه. اینو همه درک میکنم، ولی من چیزی که درک نمیکنم اینه که چرا تو روزی که مردم عراق حاکمیت آمریکا رو تو منطقه سبز عراق به چالش میکشن، چرا موضوع برنامه شما یه چیز دیگه است؟ موضوع روز و موضوع مهم شما فرمودین توی گفتید کیا به چالش کشیدن؟ مردم عراق؟ بله. اونا مردم عراق نیستن دوست عزیز، اونا در واقع نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی هن، نیروهای نظامی هن. اون یک درگیری نظامی است بین آمریکا و عراق و موضوع برنامه روی خط هم مسائل مرتبط با ایران هست. حالا به نوعی اگر این ادامه پیدا بکنه و اون نقش جمهوری اسلامی وسط بیشتر مطرح بشه، چه بسا که ما هم موضوعی از برنامه روی خط رو بهش اختصاص بدیم، ولی الان در حال حاضرش الان من و شما مثلا به عنوان بیننده بیایم چی رو بگیم، چه حرفی بزنیم؟ اولا که این که میگین اقتدار آمریکا رو برده زیر سوال که خنده داره. حمله به سفارت راحت ترین کار ممکنه، همه مردم دنیا میتونن حمله کنن، سفارت های جمهوری اسلامی رو با آتیش بکشن، کار خوبیه؟ سفارت عراق در آمریکا یک پادگانه، در آمریکا یک پادگان در چیزی عراق یک پادگانه، یک سفارت نیست عزیزم. نه حالا بحث رو منحرف نکنیم بعد موضوع برنامه، ولی اینجوری نیست. همه سفارت ها، خیلی ممنونم از شما، همه سفارت ها در همه جای دنیا باید داخلش نیروهای نظامی باشن، کنترل بکنن، وگرنه که سنگ رو سنگ بند نمیشه. این توجیهات رو در واقع شما و همفکرانتون در واقع میاد مطرح میکنید و حالا البته که هدفتون هم در واقع منحرف کردن موضوع برنامه است، ولی مردم میان و راجع به موضوع برنامه صحبت خواهند کرد. برنامه رو حتما تا انتها ببینین. آقای احمد از کرج. بریم سراغ تماس دیگه. آقای حمید هستن از شهریار روی خط ما هستن. آقای حمید، چرا اگر خود جمهوری اسلامی به هر دلیلی اومده این چند هزار نفر رو دستگیر کرده، چرا نمیاد اطلاع رسانی بکنه در مورد تعدادشون، هویتشون، محل نگهداریشون، وضعیتی که الان توش به سر میبرن؟ چرا اطلاع رسانی نمیکنه؟ هر انسانی، هر گروهی برای اینکه پاسخگو باشه نیاز داره که قدرت بالاتر از اون باشه که به اون قدرت پاسخگو باشه. ولی وقتی قدرت بالاتر از خودش نبینه، طبیعتا هر کاری بخواد میکنه ولی پاسخگو چیزی نیست. ولی جمهوری اسلامی الان همینه. متاسفانه میگم ما امیدمون این بود که کشورهای غربی مثل آمریکا کاری بکنن واسه ما، هیچ اتفاقی نیفتاده. تازه میاد آقای ترامپ میاد تو عراق پایگاه هشت شعبی میزنه، میگه به برای انتقام از ایران. شما اگه میخواد ایران انتقام بگیری خود ایران رو بزن، چرا میگه عراق رو میزن؟ چه فایده واسه ما داره؟ الان شما نظرتون آقای حمید اینه که مثلا یک نیروی نظامی باید بیاد بالا سر جمهوری اسلامی تا بیاد اون پاسخگوش بکنه اینو راجع به دستگیر شده ها؟ نه، بحث فقط نیروی نظامی نیست، فقط بحث نیروی نظامی نیست، تو کار سیاسی هم همینطور. با تحصیل جمهوری اسلامی الان تو خیلی از مسائل دیپلماتیک پیروز میشه. الان تحریم‌های که ترامپ کرده چه فایده داشته؟ فقط ما داریم زرج میکشیم. البته که ممنونم از شما دوست گرامی، هم سپاسگزارم، ولی حالا ما موضوعمون تحریم ها نیست، ما موضوعمون راجع به دستگیر شده هایی هستن که الان در بازداشتگاه های جمهوری اسلامی هستن، قطعا اوضاع خوبی ندارن و بسیاری نگران وضعیت اونها هستن و حالا احکامی که در آینده احتمالا براشون صادر بشه، همه جای نگرانی داره. ما راجع به این موضوعات صحبت میکنیم. بریم دو تا فایل صوتی رو که از طریق تلگرام پیام صوتی که شما برامون فرستادی رو بشنویم، برمیگردیم با بقیه عزیزان صحبت میکنیم. من فکر میکنم تا زمانی که ما مردم معترض در داخل کشور نماینده و وکیلی برای دفاع از حقوق اولیه شهروندان انتخاب نکنیم، جز اطلاع رسانی در مورد بازداشت شدگان، راه دیگری جهت فشار به مسئولان جهت پاسخگویی پیدا نمی کنیم. زیرا ما مردم در ایران با یک سیستم عادی طرف نیستیم، بلکه با سیستمی طرف هستیم که به خاطر عدم وجود نماینده معترضین در ایران برای خودش یک تازی میکنه و به کسی هم پاسخی نمیده، حتی وقتی که مرتکب قتل و جنایت میشه. راهکار اساسی هم به نظر من برگشتن به سنت کهن این سرزمینه، یعنی قبول وکالت نوادگان ایلامیان پارسی از دل روستا. به هیچ عنوان هیچ کس نمیتونه جمهوری اسلامی مجبور کنه. فقط باید صبر کنیم یه 6-7 ماه دیگه تا کلن به پیسی و گدایی بیفتن، کاسه گدایی بگیرن. از الان مقامات اول دارن میگن که پول نداریم، ولی 7-8 ماه دیگه باید به گدایی که بیفتن تسلیم میشن.
خب بریم سراغ تلفن ها. آقای رضا از کاشان نفر بعد روی خط ما هستن. آقای رضا درود بر شما، صحبت های شما رو مختصر و کوتاه لطفا میشنویم راجع به موضوع برنامه امشب روی خط. من فکر میکنم صدای تلویزیون تو زیاد بالاست، این برگشت صدا ممکنه بیننده های ما رو اذیت بکنه. با درود و سلام به بیننده ها، تنها چیزی که تو ایران حاکم اینه که عدالت ها. عدالت اگر می بود همه چیزی بود. تنها خواهش من به قوه قضاییه اینه که عدالت رعایت کنه بین اینایی که متهمن و تو بازداشتگاه و تو زندان هستن، یا هر کسی داره حق به حقوق سونده حق به حقوق دیگران رو ضایع نکنن. و از قوه قضاییه ایران تنها خواهش اینه که عدالت بین کل بچههایی که بازداشت هستن رعایت کنه. متاسفانه عدالت هم تو ایران نیست. بله آقای رضا، خیلی سپاسگزارم. آقای رضا درخواستشون مستقیما از قوه قضاییه بود که عدالت رو در مورد بازداشت شده ها رعایت بکنه، که البته خب حالا اگر با خواهش و نصیحت و این صحبت ها قرار بود اوضاع درست بشه، وضعیت به اینجا نمی رسید که یک در واقع حکومتی بیاد چند هزار نفر از شهروندان خودش رو دستگیر کنه بدون اینکه کوچکترین حقی از حقوق یک متهم رو براش قائل باشه و اینها در بیخبری مطلق در اون وضعیت کاملا مبهم به سر ببرند. بریم سراغ یک تماس تلفنی دیگه. آقای علی از فارس روی خط ما هستن. آقای علی درود بر شما، نظر شما رو میشنویم راجع به موضوع برنامه امشب روی خط و لطفا شما هم کوتاه و مختصر صحبت کنید. آقای علی صدای منو میشنوی؟ سلام. سلام، وقتتون بخیر. متشکرم، بفرمایید. خوبید آقای بهرامی؟ خسته نباشید. متشکرم. والا در مورد مبهم بودن سرنوشت این بازداشته‌ها، فقط اینو میتونم بگم که اینا فقط میخوان زهر چشم بگیرن از این بازداشتگان و ضرب شست نشون بدن که درس عبرتی بشه برای بقیه به حساب خودشون که دیگه از این کارا نکنن. اینا رو میخوان بلا تکلیف همجور نگه دارن، خانواده‌هاشون رو زجر بدن که واقعا اینا رو به یه نوعی مجبور کنن که توبه کنن. به نظر من که فکر میکنم هدفشون بیشتر اینه و به هیچ کدوم از قوانین بین‌المللی حقوق بشری هم اینا پایبند نیستن و اصلا براشون مهم نیست که حقوق بشر رعایت بشه یا نشه در ایران. و قطعا اینا فقط میخوام که از مردم زهر چشم بگیرن. بله، متشکر آقای علی از فارس. بله، سپاسگزارم از شما، ممنونم که نظرتون رو در برنامه امشب روی خط مطرح کردید. فرصت داریم من یک پیام نوشتاری هم بخونم که دوستان محبت میکنن و ما معمولا کمتر میرسیم که بهش بپردازیم. با سلام و احترام، حکومت جمهوری اسلامی جز زبان زور چیزی نمیفهمد. با توجه به اعتراضات اخیر مردمی بایستی جوامع بین‌المللی کلیه سفرهای ایران را از کشورهایشان اخراج و هر گونه همکاری با ایران را تعلیق کنند تا ایران مجبور به پاسخگویی تعیین وضعیت دستگیر شدگان باشد، که البته حالا یه خواهی مقدار دور از ذهنه که یک همچین اجماعی مثلا در سراسر دنیا بخواد شکل بگیره و اصلا اساساً حکومت جمهوری اسلامی نشون داده که با این چیزا هم در واقع کوتاه بیان نیست. ما اصلا سوال برنامه رو اینجوری مطرح کردیم که واقعا این فشار باید از کجا باشه، از چه سمتی باشه؟ آیا خود مردم داخل باید باشن، یا مثل اون دوستی که میگفت باید فشار نظامی خارجی باشه، یا مثل این دوستی که نوشته برامون باید سفارتخونه ها رو در واقع تعطیل کنن و سفرا رو اخراج کنن؟ و حالا هر کسی یک راه حلی است، ولی به هر حال باید به یک روشی این حقوق دستگیر شده ها استیفا بشه و به دست بیاد. بریم سراغ تماس بعدی که آقای عذرخواهی میکنم خانم میترا هستن از آمریکا. خانم میترا درود بر شما، صحبت های شما رو میشنویم راجع به موضوع امشب برنامه روی خط. درود بر شما و متاسفم برای این حکومت اسلامی من درآوردید که 40 سال هر کاری خواسته دلش کرده و حالا میگه که ما این کارا رو میکنیم برای امنیت کشور، در صورتی که این مسئله دروغه و 40 سال اینا دارن با دروغ حکومت میکنن. همونطور که خمینی گفت ما خود ا کردیم، در پاریس یه حرف دیگه زد، در ایران یه جور دیگه عمل کرد.
خود اکربین، یعنی همین کاری که الان کردن و میگن این افراد رو ما نگه داشتیم برای امنیت کشور، در صورت که دروغ میگن، برای امنیت خودشون این کار کردن. اینا میدونن که مردم میتونن اینا رو سرنگون کنن. روز و شب به شما خود. متشکرم خانم میترا از آمریکا که در برنامه امشب شما مشارکت کردید. بریم سراغ یک تماس تلفنی دیگه که باز هم خانومی هستن، خانم مریم از آلمان روی خط ما هستن. خانم مریم درود بر شما، صحبت های شما رو میشنویم. آیا چرا جمهوری اسلامی در واقع کمترین حق یک در واقع بازداشتی رو رعایت نمیکنه که اون هم در واقع تعیین تکلیف و وضعیتش رو مشخص بکنه، در واقع به خانواده‌اش اطلاع بده، چرا این کار رو انجام نمیده؟ درود بر شما و تمام همیهنان عزیزم. درود بر شما. جمهوری اسلامی چه کار درستی انجام داده که این یکی رو بخواد درست انجام بده؟ کدوم یکی از کاراش روی موازین مثلا دنیا و دنیای امروز میچرخه که این یکیش بخواد باشه؟ اینا رو هم همونطور که خانم قبلی فرمودن میگرفتنشون و اصلا وصله های بی خود به اینا میچسبونن، یکیش نمیدونم اینجوریه که اونجوری، هر جور که خودتون دلشون میخواد میگیرن مردمو. و ما از اون زمانی که آقای خامنه‌ای چی به اختیار گفت، حالا یادم آتش به اختیار، آتش به اختیار گفت، معلوم بود که کار به اینجاها میکشه. تمامش همینه، ما از روز اول اشتباه کردیم. زمانی که اینا ریختن سفارت امریکا رو گرفتن، ما میباید میفهمیدیم که دیگه بقیه داستان به چگونه خواهد گذشت. موقعی که اینا به ملت خودشون رحم نکنن، به دیگران میخوان چه رحمی بکنن؟ از همون موقع اگر ما اینا رو نمیذاشتیم که اینطور 40 سال ریشه بدونن، خیلی بهتر بود. الانم من فکر میکنم تنها راهش اینه که مردم دست خالی ان و نمیتونن با اسلحه گرم برن بجنگن. بهترین راه همین کاریه که آقای ترامپ پیش گرفته، تحریما رو شدیدتر کنه و به نظر من سفارتخونه ها رو همه رو تعطیل کنه، همه رو بفرسته برن همون تو ایران زندگی کنن، نه اینکه اینجا باشن و هیچ کار مثبتی هم به اون شکلی که باید و شاید که یه سفارتخونه انجام میده انجام بده. این نظر من. بسیار ممنونم خانم مریم از آلمان. بسیار دوستان حالا بحثایی کرده بودن در فضای مجازی جاهای مختلف، اصلا حالا صرف نظر از این که اساساً اون کارهایی که انجام شد مثل آتیش زدن بانک‌ها و پمپ بنزین‌ها و این داستانی که انجام شد، که حالا میگم یه تشکیک خیلی جدی در مورد هویت کسانی که این کار رو انجام دادن وجود داره، که خیلی ها گفتن اصلا خود نیروهای حاکمیت این کار رو کردن برای اینکه بندازن گردن مردم و بتونن سرکوب بکنن. ولی حتی اگر کار این دستگیر شده ها هم باشه، این قضیه واقعا این محاربه رو از کجا میارن؟ خیلی عجیبه، چون محاربه یعنی کسی که به جنگ برخواه. آقا این اعتراض داشته به یه چیزی، حالا عصبانی شده، فرضم میگیریم، من تایید نمیکنم هویت اونها اینه، میگم با زبان خودشون دارم صحبت میکنم، اگر بپذیریم که در واقع اینها این کار رو کردن، باز هم که دیگه مجازاتی به این شکل که نداره، که حالا دیگه صحبت از اعدام و این داستان ها میکنن و خطراتی که جون اینها رو در واقع در معرض خطر قرار داده. و اینکه در بسیاری از کشورهای دنیا خیلی از مردم معترض، در همون فرانسه اعتراضات تغییر، بسیاری از مغازه ها رو خورد کردن، بانک ها رو آتیش زدن، کارهای چیز کردن، ولی کسی اونجا اعدام نشد، نهایتا میره دادگاه و به جرمش رسیدگی میشه، ممکنه یه حبس کوتاه مدتی هم براش ببرن. ولی در ایران کسی که وارد در واقع بازداشت میشه، دیگه بیرون اومدنش واقعا با خداست. بریم سراغ آقای نعمت از تهران، نفره و دوی خط ما هستن. آقای نعمت شما مختصر و مفید، سلام بر شما، شما هم کوتاه بفرمایید نظرتون راجع به موضوع امشب. آقای درمانی، جمهوری کمونیستی نه جمهوری اسلامی، اینا کمونیست هم، اینا اعتدافی هم خامه کمونیست هم، یعنی کسی هموطن خودش میزنه، کسی هموطن خودش به سرش میکرد، یعنی جمهوری اسلامی جمهوری کمونیستیه. آقای خامنه‌ای که روز کاجبه بوده از جوانیش تو الان، حالا برگردیم تو موضوع برنامه. آقای نعمت چه باید کرد که در واقع اینها در واقع وضعیت این دستگیر شده ها رو مشخص‌تر اعلام بکنن که در چه شرایطی هستن اونا؟ حالا من فقط میتونم بگم اینا کمونیستن، شوروی با هم حکومت درست کردن و هیچ کاری هم نمیشه کرد. بسیار سپاسگزارم آقای نعمت، خیلی ممنونم که شما هم در برنامه حاضر شدید، لطف کردید. بریم یک پیام صوتی بشنویم، فرصتی هست که پیام صوتی بشنویم، بعد با بقیه عزیزان صحبت خواهیم کرد.
تنها راهی که میتونیم تعداد کشته شدگان یا تنها راهی که تعداد زندانی ها رو اعلام کنن فقط و فقط خود جمهوری اسلامی باید اعلام کنه و تنها راهش رسانه‌ای کردن در حال حاضر. هیچ راهی نداره. حکومتی که با خفقان دست به گریبان مردم شده، حکومتی که دست به اعدام از اول روی کار آمدنش تا الان طی کارنامه 40 سال اخیرش فقط و فقط جنایت داشته، فقط راهش ریشه کن کردنه. خودش اعلام نمیکنه، اما راه رسانه‌ای بهترین راه فعلیه. در این فرصت یک تماس اسکایپی هم بگیریم. دوستان زیادی هم تو اسکایپ پشت خط هستن. نفر اول آقای بابک از سوئد هستن. آقای بابک درود بر شما، نظر شما رو میشنویم راجع به موضوع امشب برنامه روی خط. لطفا شما مختصر و مفید بفرمایید. آقای بابک صدای منو دارین؟ آقای بابک الو صدای من داری؟ بفرمایید. بله الان داری. در اسلام ما حقوق نداریم و یک فرد مسلمان حقوق نداره، تکلیف داره. و علت اینه که ما توی این محلکه افتادیم اینه که ما با بازی اینا آشنا نیستیم. اینا رو با حال خودشون واگذاشتیم. در عرض 40 سال و 50 سال گذشته اینا رشد کردن، یه سری چیزهایی رو آوردن که الان ما با هیچ کدومشون آشنا نیستیم. خدمت شما عرض بکنم که با این مسائلی که من دارم میبینم، تازه سر ملا زیر لحافه. حالا صبر کنیم ببینید چه بازیایی میتونن در بیارن. همین الان تا و زمان سقوطشون میشه به 20 سناریو اشاره کرد که اینا هنوز 20 رقم میتونن بازی بکنن. بعد در ثانی اینا زمانی که رفته اون بالا نشسته میگه که چی؟ میگه که مردم ایران صغیر هستن. وقتی که صغیر هستن نمیتونن اینها خودشون برای خودشون تصمیم بگیرن. خب اگر ما صغیر هستیم، شما رفتی ولایت فقیه بالا نشستی، پس اون جایی هم که ما رای دادیم به شما که رفتی بالا نشستی، اون موقع ما نمیدونستیم. پس یه به یه باید بیاد پایین دیگه، بیاد به مردم، حکومت رو بده دست مردم. قبلش هم که رفتین شما بالا به اسم اینی که ما ولایت فقیه بشینیم بالا و از مردم صغیر از حقوقشون دفاع بکنیم، مردم صغیر اون روز هم صغیر بودن، نمیتونستن خوب و بد تشخیص بدن. پس تشخیص بی خود هستش و شما نمیتونین بالا به حساب بشینین. هر چقدر هم آدم بردارین بیارین، از هشت شعبی بیارین یا نمیدونم از پاکستان بیارین، از قدس بیارین، از فاطمیون بیارین، از زینبیون بردارین بیارین، تک تیرانداز که تیراندازی بکنن، این قطار رو نمیشه متوقفش کرد. این حکومت جمهوری اسلامی باید بیاد بره تو زباله آشغال. این داعشی‌ها باید دکان‌بازارشون رو تعطیل بکنن اینا. بله آقای بابک ممنونم از شما که در برنامه حاضر شدید و در واقع نظرتون رو مطرح کردید. زمان اونقدر زیادی باقی نمونده، بخوایم یک تماس دیگه بگیریم. من همینجا از همه عزیزانی که پشت خط موندن، چه در تلفن‌ها چه در اسکایپ و پیام‌های صوتی که نرسیدیم پخش بکنیم و پیام‌های نوشتاری که فرصت نشد بنده خدمتتون بخونم، از همه عذرخواهی می‌کنم. از شما بسیار سپاسگزارم که با برنامه امشب روی خط همراه بودید. با این توضیح که به هر حال ما باید بدانیم که هر انسانی، این جزء قوانین پایه‌ای حقوق بشر هست، هر انسانی اگر مرتکب هر تخلفی بشه، که حالا در مورد تخلفی که دستگیر شده ها مرتکب شدن یا نشدن بحث و صحبت خیلی جدی وجود داره، ولی فرض هم اگر بگیریم بر صحت حرف مقامات جمهوری اسلامی مبنی بر این که اونها مرتکب یک در واقع جرمی شدند یا یه اتهامی بهشون وارد شده درسته، باز هم اون متهم از یک حقوق اولیه‌ای برخوردار هست و باید اون حقوق بهش داده بشه. اون حقوق چیزهای بسیار بسیار وسیعی رو در بر میگیره که تقریبا میشه گفت در سیستم و نظام جمهوری اسلامی هیچ کدومش رعایت نمیشه. ضمن این که واقعا تجربیات قبلی این رو ثابت کرده، آدمهای کاملا بیگناه رفتن داخل بازداشتگاه ها، چنان در واقع تحت شکنجه قرار گرفتن که به گناه نکرده خودشون اعتراف کردن. بعد ها اینا برملا شده. راجب دانشمند ترور دانشمندان هسته‌ای اخیراً دیگه خودتون بارها شنیدید که چه اتفاقاتی افتاده، آدم‌های بی‌گناه چگونه دستگیر شدن. امیدواریم که سرنوشت این دستگیر شده‌ها هر چه زودتر مشخص بشه و اگر گناهی نکردن هر چه سریع‌تر آزاد بشن. از شما هم سپاسگزارم و برای همراهیتون ممنونم. خدا نگهدار تا فردا شب.
آمریکاست.